سلام بر شما خوش آمدید به بخش خبر ایران فردا من فریبا شیرازی هستم ایران برای نخستین بار از رونمایی اولین فاز رادار برد بلند سپهر خبر داد این سیستم راداری بیش از 2500 کیلومتر برد دارد و اهداف رادارگریز موشکهای بالستیک و کروز را نیز کشف و شناسایی می کند. خبرگزاری فارس روز سهشنبه 20 آبان از موفقیت تست سیستم جدید رادار دوربرد سپر خبر داد. به نوشته فارس در رونمایی رادار سپر امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی و امیر شهرام معاون اجرایی قرارگاه حضور داشتند. پیش از این در رونمایی دستاوردهای صنایع نظامی کشور مقامات بلند پایه در سطح ریاست جمهوری و حتی رهبر شرکت می کردند. برخلاف دوره های قبل این بار تبلیغات زیادی پیرامون این رادار کیهانی انجام نگرفت. فارس به نقل از امیر شهرام معاون اجرایی و سخنگوی قرارگاه پدافند هوایی می نویسد که رادار سپهر بیش از 2500 کیلومتر برد دارد. وی تاکید می کند به وسیله این رادار می توان تهدیدات احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران را در فاصله بسیار دورتر از مرزها کشف و رسد کرد که این امر زمان تصمیم گیری را بیشتر خواهد کرد. معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی در تشریح ویژگی های دیگر این رادار گفته است که سیستم رادار سپر قادر است اهداف رادار گریز با سطح مقطع بسیار پایین، ارتفاع متوسط و ارتفاع بالا و اهداف ریز پرنده موشک های بالستیک، نیمه بالستیک و نیز موشک های کروز را کشف و شناسایی کند. امیر شهرام تاکید کرده است که ساخت و به کارگیری های جدید راداری در سالهای گذشته پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران را به یک مجموعه مقتدر و هوشیار در سطح منطقه تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی از سال 1992 به بعد تلاش کرد با اتکاب تولیدات داخلی در عرصه نظامی روی پای خود بیستد و موفق شده است سلاحهای سبک و سنگین از قبیل خمپاره انداز تانک و حتی زیردریایی و پهباد تولید کند پیش از این ایران از رونمایی موشکهایی با برد 2000 کیلومتری هم خبر داده بود رسانه های غربی در این باره نوشتند که برد موشک های جدید ساخت ایران تا خاک اسرائیل و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه می رسد. به رغم پیشرفت های صنایع نظامی کشور تردیدهایی نیز درباره توان نظامی ایران از سوی حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دسامبر سال گذشته میلادی در جریان یک سخنرانی در دانشگاه تهران اظهار داشت غربی ها از چهار تا تانک و موشک ایران نمی ترسند و آمریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم نظامی ما را از کار بیاندازد. این ادعای وزیر خارجه ایران موج سنگینی از انتقادهای چهره های تندروی جمهوری اسلامی را برانگیخت. از سوی دیگر ایران برای تقویت بنیه دفاعی خود سالها تلاش کرد تا موشک های روسیه را خریداری کند. اما روسیه به دلیل تحریم های از تحویل این موشک به ایران سر باز زد. ارتش ایران برای دفاع از فضای کشور به نظر کارشناس نظامی روس پاول فلگنهایر نیاز شدیدی به این پدافندها دارد. وی گفته علا برخورداری ایران از سامانه دفاعی دوربرد و کوتاه برد روسی خلاع بزرگی در سیستم دفاعی ایران موجود است. فلگنهایر تأکید تاکید دارد بدون موشک های اس ایران قادر نخواهد بود از فضای خود دفاع کند. جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که رکورددار ادام است. با این حال در کنار ادام ها و نقض حقوق بشر فعالان حقوق بشری خبر از اشتباهات مرگبار در دایره اج... اجرای احکام زندان ها می دهن. اشتباهاتی که گاهی منجر به مرگ یک زندانی و گاهی نیز منجر به افزایش حبس می شود. در این خصوص مشتبا سمی نژاد از فعالان حقوق بشری خبر از اعدام اشتباهی یک زندانی در زندان لاکان رشت داده است. به با ذکر یک خاطر از دوران حبس خود نوشته، یک زندانی که حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شده بود، در زندان رشت اعدام شد و بعد از اعدام متوجه شدند که وی حکمش اعدام نبوده و به اشتباه اعدام شده است.

اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران گفته امسال 380 مورد اسیدپاشی به خودرو اشیا و افراد صورت گرفته که بسیاری از آنها جنبه انتقامی و روانی داشته و اغلب عاملان آن نیز دستگیر شدند آقای احمدی مقدم درباره اسیدپاشی اسفان نیز خبر داده تا کنون هیچ فردی در ارتباط با اسیدپاشی اسفان دستگیر نشده است شاین ملاوردی مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نیز پیشتر گفته بود وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی های اسمان به رئیس جمهور ارائه دادند که به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه پیگیری ها تا کنون به نتیجه نرسیده است. خانم مولاوردی خبر داد قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم افساد فلعرض هستند. در حالی که محمد جواد ظریف دبیر ستاد محمد جواد لاریجانی از میخوام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی هفته گذشته از احتمال آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تا یک ماه دیگر خبر داده بود حادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی گفته پرونده این خبرنگار تکمیل نشده و برای تکمیل آن حدود یک ماه زمان نیاز است اظهارات متفاوت مقام های قضایی ایران درباره پرونده ای آقای رضاییان در حالی است که دولت آمریکا و سازمان های حقوق بشری از ایران خواستند روزنامه نگار را رو آزاد کند جیسون رضاییان روز 22 ژوئیه همراه با همسرش یگانه استالی و دو آمریکایی ایرانی تبار دیگر در تهران بازداشت اما خانم استالی و دو نفر دیگر چندی پیش آزاد شدند و آقای رضاییان همچنان در بند است گفتگوهای فشرده میان وزرای خارجه ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در مسقط به پایان رسید. روسیه گفته به نتایج این گفتگوها خوشبین است. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیات مذاکره کننده اتمی اما گفته به مذاکرات اتمی خوشبین نیست، اما ناامید هم نیست. مقامات ایرانی تأیید کردند که بحث بر سر موضوعهای کلیدی همچون غنیسازی، چگونگی رفع تحریم ها راکتور عراق و فوردو تمرکز داشته است آمریکا مذاکرات مسخط را سریح و دشوار دانست جانکری وزیر امور خارجه آمریکا آن را نه خوب و نه بد توصیف کرد وی پس از مذاکرات عمان به پکن پرواز کرد تا در کنفرانس اپک شرکت کند وزیر خارجه آمریکا در مسیر پکن در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو کرد گفتنی است که آمریکا در میان کشورهای منطقه همواره اسرائیل را در جریان مذاکرات با ایران قرار می دهد. گرچه هنوز هیچ یک از طرفین مذاکره درباره چگونگی پیشرفت یا عدم پیشرفت مذاکرات ابراز نظر قاطعی نکردند اما فرانک والتر مایر، وزیر امور خارجه آلمان روز سهشنبه 11 نوامبر گفت مذاکرات به نقطه ای رسیده که من نسبت به نتیجه آن خوشبین هستم شتاینمایر افزود ما هرگز تا این حد به یک توافق نزدیک نبوده ایم. این نقطه پیروزی است یا شکست وزیر خارجه آلمان در عین حال هشدار داد که فرصت به دست آمده به این زودی ها دیگر تکرار نخواهد شد یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هم سهشنبه شب 11 نوامبر در جمع خبرنگاران ابراز داشت نباید فرصت پیش آمده کنونی را از دست داد وی خاطر نشان کرد که در مذاکرات مسقط بر روی مسائل زیادی توافق شده اما هنوز دشواری ها و شکاف های زیادی وجود دارد که می توان راه حلی برای آنها پیدا کرد سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز درباره توافق هسته‌ای پیش از مهلت گفت که به نتایج مذاکرات هسته‌ای خوشبین است ریاب گفت تاکید کرده به دست نیامدن چنین توافقی بدترین نتیجه ممکن خواهد بود معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته روسیه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران توضیح داد که طرح لغو کامل تحریم ها در مورد ایران باید مورد قبول همه طرف های شرکت کننده در مذاکرات باشد و این تنها گزینه است ریابکوف ضمن تایید کندی پیشرفت مذاکرات گفت توافق بر سر مسائل باقی مانده امکان پذیر است در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس گفته ایران شرایط اقتصادی خوبی ندارد آمریکا و غرب در مذاکرات هسته‌ای بازی درآوردهاند و باراک اوباما برای جمهوری اسلامی قلدربازی بازی در میآورد آقای لاریجانی از رفتارهای متناقض آمریکا و غرب در برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور انتقاد کرده است وی گفته اوباما از یک طرف برای رهبر جمهوری اسلامی نامی فدایت شوم می نویسد و از طرف دیگر برای ایران قلدربازی در می لاریجانی درباره مذاکرات حسیه ایران با گروه پنج به علاوه یک اظهار کرده تهران در این مذاکرات مشی عاقلانه را دنبال می کند اما طرف های غربی بازی در می آورند. رئیس مجلس گفته طرف های غربی میخواهند این گونه الغا کنند که ایران در حل مسئله هسته مشکل آفرینی می کند. روند مذاکرات ایران با آمریکا و کشورهای غربی که از سال گذشته از سر گرفته شده در ماه های اخیر به کندی پیش می رود و طرف این درباره سطح فعالیت هسته و لغو تحریم ها همچنان با یکدیگر اختلاف دارند. مقام های جمهوری اسلامی خواستار لغو همه جانبه و سریع این تحریم ها در قبال عقب نشینی از برنامه هسته خود هستند اما آیا لغو کامل تحریم ها در کوتاه مدت امکان پذیر است پروفسور ولادیمیر ساجین از مؤسسه خاورشناسی روسیه میگوید حتی پس از توافق هسته هم لغو سریع تمامی تحریم ها غیر است ساژین معتقد است این کار نیازمند روند حقوقی مربوط به لغو تحریم ها از جانب نهادهای بین المللی است که تحریم ها را تصویب کردند اما این کارشناس لغو تدریجی و قدم به قدم تحریم ها را امکان پذیر می داند و اظهار امیدواری می کند که پس از 24 نوامبر یعنی مهلت زربل تعیین شده جهان حداقل در ارتباط با ایران به آرامش برسد رئیس جمهوری عراق در صدر هیئت بلندپایه برای دیدار رسمی از عربستان سعودی وارد ریاض شد. به گزارش رویترز فعاد معصوم را در این سفر ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه هوشیار زیباری وزیر دارایی و شماری دیگر از مقامات بلند پایه عراق همراهی می کنند یک رسانه عراقی نوشت این سفر می تواند به بهبود روابط میان ریاض و بغداد و نیز ائتلاف بین المللی برای مقابله با گروه تروریستی داعش کمک کند و تا حدی تنش در روابط عربستان و ایران را کاهش دهد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری آسیا اقیانوسیه اپک در پکن در چند نوبت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد از جزئیات این گفتگوها خبری منتشر نشده اما گفته شده محور مذاکرات اوباما و پوتین روابط دو جانبی روسیه و آمریکا بحران سوریه و حمایت پوتین از بشار اسد اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران بوده است این گفتگوها در حالی انجام می شود که نگرانی هایی درباره اثرگیری جنگ در شرق اوکراین وجود دارد در سال جاری روابط آمریکا و روسیه به دلیل دخالت روسیه در بحران اوکراین به عنوان پرتنشترین دوران روابط این دو کشور در سالهای پس از جنگ سرد توصیف شده است. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده در نتیجه جنگ در عراق و سوریه بیش از 13 میلیون نفر بی خانمان و آواره شدند به گفته این کمیساریا بسیاری از آوارگان عراقی و سوری که تعداد آنها برابر با جمعیت کلان شهری مانند لندن است بدون غذا و سرپناه هستند بخش عمده آوارگان سوری به لبنان، اردن، عراق و ترکیه پناه بردند کمیساریه عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید برای کمک به حدود یک میلیون نفر از این آوارگان در فصل زمستان و تامین نیازهای اولیه آنها مانند سرپناه پلاستیکی و لباس گرم به 58.5 میلیون دلار کمک‌های نقدی بیشتر نیاز دارد. همزمان با ادامه بحران در سوریه نگرانی ها نسبت به افزایش دامنی خشونت ها در این کشور بالا گرفته. محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس از تلاش و رایزنی یک دیپلمات سوئدی برای حل بحران سوریه میگوید. در خبرها آمده است که آقای استفان میستورا، دیپلمات ایتالیایی که در واقع سوئد اصل هست در تلاشهایی چند جانبه راه حل‌هایی رو برای مسئله سوریه فراهم کرده است. او بعد از سفر به تهران و بیروت و ملاقات با حیعت های عالی رتبه سوریهی و از جمله آقای بشار اسد راه های رو پیش بینی کرده است از آن طرف مسکو و همینطور قاهره در تلاش هستند که یک نوع گفتگو رو بین دولتیان کنونی دولت آقای بشار اسد و مخالفین البته بدون افراتیون در مسکو فراهم کنند که به عنوان مسکو یک شهرت داره از طرف دیگر باخبر شده ایم که هشتم و نهم دسامبر در وین از جمله فرانسه و روسیه همراه چند دولت دیگر در یک گرده همایی شرکت خواهند کرد از طرف دیگر آقای امینواد مسئول کمیسریای عالی پناهندگی در سازمان ملل از وضعیت اسفناک پناهندگان عراقی و سوریه‌ای که بعد از داعش و حکومت اسلامی در عراق پناهنده شدن بیش از 13 میلیون در این مدت نزدیک به دو میلیون در همین چند ماه گذشته دویست هزار پناهنده او میگوید که بودجه مالی و کمک بسیار کمه مسئله بهداشت امنیت آموزش سرما و مسائل حاشیه امور پناهندگان نگران کننده است و از دولت اروپایی خواست است که کمک های بیشتری رو فراهم کنند از نگرانی ها میگوییم مجله مریان عکسی رو از یک ویدیو منتشر کرده که در آن دو کودک خردسال مسلح میگویند ترجیح میدهند که به جای زندگی در فرانسه به جهادیون در سوریه بپیوندند و در این حال هشداری برای خانواده هایی که احتمالا به خصوص در خانواده های مسلمان نشین کنترلی روی فرزندان خود ندارند همزمان با همه اینها کتابی منتشر شده است از سوی داوید تامسون روزنامه‌نگار رادیوی بین‌المللی فرانسه با عنوان فرانسویان جهادی که منظور از مسلمانانی است در فرانسه که مایلند به جهادیون بپیوندند شمار آنها حدود هزار نفر در این کتاب اشاره شده البته نه دقیق اما به گفته نویسنده میگوید که اینها بعد از آنکه به آنجا میروند بسیاری ناامید میشن با آنچه را که در محل میبینند و نزدیک به دویست نفر از آنها تا کنون بر حال وزارت کشور در چندین بیانیه و کنفرانس اعلام کرده است که نگران مسئله اعزام و رفتن فرانسویان است که با دو ملیت اغلب افریقای شمالی و طبیعتا مسلمان به گروه تروریستی و مسلح حاضر در سوریه و عراق می پاریس تلویزیون ایران فرد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران از تدوین سه بودجه جداگانه برای سال 94 خبر داد و گفت این بودجه برای شرایط عادی بد و مثبت مذاکرات هسته تدوین شدند آقای نوبخت همچنین گفته بودجه سال آینده 15 آذر ماه به مجلس ارائه می شود بر اساس آیننامی داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه را در آذر ماه به مجلس ارائه دهد مجلس ایران در گزارش تحقیق و تفحص خود از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده حدود 50 درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالای اساسی در دولت محمود احمدی از کشور خارج شده اما در ازای آن کالای وارد نشده است. دولت محمود احمدی نژاد که مورد تایید مستقیم علی خامنه ای بود، یکی از فاسدترین دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران بود. مجلس ایران اعلام کرد که 50 درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی در دولت محمود احمدی نژاد از کشور خارج شده اما در ازای آن کالایی وارد نشده است. بر اساس گزارش مجلس ایران آمار دقیقی از نحوه هزینه کرده ارز اختصاص یافته به اشخاص برای این منظور وجود ندارد. هیئت تحقیق و تفخص مجلس ایران از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در گزارش خود اعلام کرد که آماری از میزان ارز اختصاص یافته به افراد برای واردات کالاهای اساسی در سالهای 1390 و 1391 وجود ندارد و درباره نحوه هزینه کردن این ارزها نیز هیچ گونه تصویه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. این گزارش به نقل از مجید هاشمی مدیر کل وقت عملیات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که تا تاریخ یکم اسفند 91 و پیش از راهندازی پورتال ارزی هیچ گونه نظارتی بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود نداشته است. به گفته هیئت تحقیق و تفحص مجلس با پیگیری های این هیئت در سال 1392 یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص این ارزها چندین لیست درباره افرادی که ارز دولتی دریافت و کالا وارد نکردند از سوی وزارت صنعت تهیه و به سازمان تعذیرات حکومتی ارسال شده است. پس از نوسانات ارز در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران از سال 90 برخی از وارد کنندگان برای واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی از دولت عرض مرجع دولتی با نرخ 1226 تومان دریافت می کردند. به گفته هیئت تحقیق و تفحص مجلس برخی از وارد کنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت به بانک مرکزی معرفی شدند بالغ بر 26 میلیون و 920 هزار یورو ارز دریافت کردند اما پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعاً از مقدار 11 میلیون و 963 هزار یورو تنها 1035 تن کالا وارد کردند. هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین اعلام کرد که برخی از وارد کنندگان در ازای قیمت غیر واقعی ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازار آزاد اقدام کردند. به گفته این هیئت برخی از وارد کنندگان به اسناد طبقه بندی شده دولتی ام از سری خیلی محرمانه و محرمانه دسترسی داشتند. پیش از این گزارش های مختلفی درباره واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری با عرض دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی منتشر شده بود. از جمله امیر خوجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس فروردین 92 از کشف یک تخلف ده میلیاردی در گمرک ایران خبر داده و گفته بود که بیش از 120 هزار دستگاه موبایل چینی با عرض مرجع وارد کشور شده است. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس تغییر مداوم در جهتگیری سیاست های دولت سابق را فاجعه در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور دانسته است. به گفته این هیئت مصاحبه های غیر کارشناسی برخی از مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهوری وقت و وزیران حوزه اقتصادی گاهن منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شدند. گفتنیست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز 20 خرداد 1392 مجلس ایران تصویب شده بود. اولین سخنرانی محمد سرفراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما به موضوع فتنه اختصاص داشت آقای سرفراز از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان ترفند آمریکا نام برد و هدف از این اعتراضات را سرنگونی مردم دانست محمد سرفراز به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان از جمله بازداشت شدگان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زمان مدیریتش بر شبکه پرس تیوی از سال 2013 میلادی در فهرست های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت ادامه اخذ پول بابت ماب تفاوت قیمت گازوئیل از کامیونهای ترانزیت این کشور دولت آنکارا نیز مقابل به مثل خواهد کرد اختلاف بر سر اخذ عوارض حمل و نقل جاده در هفته گذشته منجر به بلو تکلیفی صدها کامیون پشت مرز دو کشور شد میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد اختلاف گمرکی ایران و ترکیه در زمینه اخذ عوارض و مالیات از کامیونهای ترانزیتی طی دو ماه گذشته کامینداران دو کشور رو سردرگم کرد هر دو کشور هم البته در زمینه دریافت عوارض دلایل خاص خودشون رو ارائه میدن مقامات گمرک ایران از مهرماه امسال در ازای هر 100 کیلومتر پیمایش کامیونهای ترک در خاک ایران مبلغ 25 اورو از این کامیونها مالیات دریافت کردند اونها دلیل این تصمیم رو ما با تفاوت قیمت گازوئیل در ایران و ترکیه اعلام کردند. در مقابل این تصمیم مقامات گمرک ترکیه نیز به این تصمیم ایران اعتراض کردند و در اقدامی متقابل برای ورود هر کامیون ایرانی به ترکیه مبلغ 50 یورو مالیات وضع کردند اما موضوع به همین جا ختم نشد مجددا ایران نیز پس از این اقدام ترکیه مالیات دریافتی از کامیون‌های ترانزیتی ترکیه رو دو برابر کرد حالا این اختلاف حتی به سطح وزرا و سفرای دو کشور هم رسیده و به نظر میرسه چندین نوبت رایزنی و گفتگوی مقامات دو کشور تا به حال نتیجه بخش نبوده در این زمینه روز گذشته نورالدین جانیکلی وزیر ارتباطات و گمرک ترکیه گفته که کشورش بخشی از شروط ایران رو قبول میکنه اما در صورتی که احساس بکنه در حق کامیونداران ترکیه اجحاف میشه این کشور مقابله به مصر خواهد کرد او گفته در اثر اخذ مالیات های اخیر تعداد سفرهای ترانزیتی دو کشور به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده از آن سو هم داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران گفته که این موضوع جدیدی نیست از 20 سال گذشته بر اساس توافقنامه ای که میان مجالس دو کشور به امضا رسیده دو کشور نباید هیچ گونه مالیاتی در مسیر ترانزیتی از خودروها دریافت کنند مگر عوارض و مالیات مربوط به ماب تفاوت نرخ سوخت که این تصمیم ما هم در راستای همین موضوع گرفته شده کشاورزیان گفته البته این مقدار بسیار کمتر از قیمت گازوئیل در ترکیه بوده چرا که قیمت گازوئیل در ترکیه حدود 14 برابر قیمت گازوئیل در ایران هست او گفت که اقدام متقابل ترکیه در حالی صورت گرفته که این کشور بدون فروش سوخت به کامین های ایرانی شروع به عکس عوارض از هر کامیون ایرانی کرده و رفتار اخیر ترکیه برخلاف توافقات دو جانبه است با این همه وزیر ارتباطات ترکیه در این باره هشدار داده و میگه اگر ما مقابله به مس بکنیم کامینداران ایرانی بیش از ما ضرر خواهند کرد بر روی این اختلافات در حالی رخ میده که دو کشور تابستان امسال موافقتنامه ترجیحات تجاری رو به امضا رسونده بودند و بر گسترش همکاری ها و دو برابر کردن سطح مبادلات تجاری خودشون تاکید کرده بودند آمارها نشون میده در سال 2013 بیش از 65 هزار کامیون ترکیه وارد خاک ایران شدند که معادل همین مقدار هم کامیون های ایرانی وارد خاک ترکیه میشن مزافرین که سالانه ده هزار ایرانی به ترکیه سفر میکنه محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته برخی در داخل همسو با دشمنان جمهوری اسلامی حرکت میکنند و همه آنها در چنگ نیروهای نظامی و امنیتی قرار دارند آقای علوی نامی از این افراد و جریان ها نبرده اما افزوده تعداد آنها بسیار اندک است به همچنین ماموران وزارت اطلاعات را سربازان علی خامنه معرفی کرده که در کنار دیگر سربازان نظام مشغول به خدمت رسانی هستند آقای علوی همچنین گفته نمیتوان به بهانه حفظ نظام از احکام دینی عبور کرد حمید رسایی نماینده تندروی مجلس از امضای متن استیزاه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی برخی از چهرهای شاخص کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و همچنین درباره فشارهای خانواده هاشمی رفسنجانی بر قوه قضایی در پرونده مهدی هاشمی گفته است دلیل فشار در این پرونده واضح است چون به گفته وکیل وی آقای هاشمی محاکمه مهدی را محاکمه خود تلقی می کند لذا تمام مواردی که در کیفرخواست آمده است یا با اطلاع آقای هاشمی است یا با اذن ایشان بنابراین هاشمی رفسنجانی میداند که محکوم شدن مهدی هاشمی در دادگاه به معنای محکوم شدن خودشان است آقای رسایی در این حال گفته ما چنین تلقی از این پرونده نداریم و آقای هاشمی میتواند حساب خود را از فرزندش جدا کند علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید خانوارهای پردرآمد به زودی شناسایی میشوند تا از لیست گیرندگان یارانه نقدی خط بخورند حسن روحانی پیشتر گفته بود با سرکشیدن کشیدن به اموال مردم مخالف است علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که در آینده نزدیک یارانه نقدی اغنیا حذف می شود. او در حاشیه نخستین جلسه دبیرخانه شورای عالی رفاه به خبرنگاران گفت یکی از مشکلاتی که در بخش یارانه های نقدی با آن روبرو هستیم ضعف در شناسایی خانوار هاست که قرار شده بانک اطلاعاتی با همکاری دستگاه ها تشکیل شود. خبرگزاری تصنیم از قول ربیعی نوشته که در ماه آتی و با تشکیل بانک اطلاعاتی از درصد خطاها کاسته می شود و می توان تعداد دقیق نیازمندان و افرادی که باید به آنها یاران تعلق گیرد را شناسایی کرد. ربیعی افسوده که اقدام لازم تا پایان سال 1393 انجام می گیرد. ضمن اینکه ما نمیخواهیم بی ادالتی با تصمیم گیری های من همراه شود. سخنان ربی با اظهارات حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی او مقایرت دارد که شناسایی دهک های بالای درآمدی را مستلزم سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم دانست و تاکید کرد که با چنین رفتاری مخالف است. روحانی در آن برنامه گفت امروز برای ما روشن است که ادهی از مردم که یارانه دریافت می کنند به این مبلغ نیاز ندارند و بنابر قانون می توان یارانه آنها را قطع کرد. از نظر قانونی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید با پالایش گروه های یارانه بگیر همراه می شد اما دولت یازدهم تا کنون در این امر ناکام مانده است. دولت روحانی امیدوار بود با انصراف خانوارهای پردرآمد و افراد داوطلب از دریافت یارانه نقدی تعداد یارانه بگیران به, به نصف یا یک سوم کاهش یابد اما در ثبت نام دوباره تنها حدود یک میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در فروردین سال 1393 به خبرگزاری فارس گفته بود در بهمن ماه سال 1392 به 77 میلیون و 344 هزار نفر یارانه پرداخت شده که این میزان دریافت کننده از کل جمعیت رسمی ایران بیشتر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قبل گفته بود که پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. اما اظهار نظر وزیر کار در حالی است که چندی پیش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در گزارشی از انحرافات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مدت شش ماهه اول سال 93 خبر داد و این انحرافات را حذف نشدن دهک های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و پرداخت نشدن یارانه کمک به تولید ذکر کرد. بر اساس این گزارش دولت از محل حذف یارانه های نان، انرژی، کالاهای اساسی و خدمات 59300 میلیارد تومان درآمد داشته است. بر اساس قانون بودجه سال 93 همچنین دولت برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه های مستقیم مردم باید 4800 میلیارد تومان پرداخت می‌کرده که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از این رقم 1440 میلیارد تومان یعنی معادل 30 درصد بودجه مسبب مجلس پرداخت شده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود یادآور شده است که در مدت مشابه سال 1392 و در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مبلغی از این بابت پرداخت نشده است. این کمیسیون در گزارش خود همچنین نوشت که خزانه کل کشور مبلغ 100 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمتها را در وجه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی واریز کرده است که با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمتها از طریقی به غیر از سازمان متولی مقایر قانون است. مقامات دولتی تا کنون سخنان متفاوتی را درباره نحوه شناسایی و حذف افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند بیان کردند. بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. این در حالی است که پیش از آغاز ثبت نام ها برای دریافت یارانه علی تایب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که ده میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شدند. حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری به وی مأموریت داده که به طور مستمر درباره وضعیت سلامت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به وی گزارش داد وی گفته حامل هیچ پیامی از محصوران به آقای روحانی نبوده و اطمینان داده که همه کارهای لازم درباره وضعیت جسمی و پزشکیشان به خوبی انجام می شود. وزیر بهداشت ایران تأکید کرده هر سه آنها از سلامت جسمی قابل قبولی برخوردارند اما آخرین خبر این که محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم روز سهشنبه 27 آبان ماه خبر داد آقای دهقان گفته وزیر پیشنهادی علوم تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد فرصت دارد برنامه خود را برای بررسی به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه دهد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز سهشنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد آقای احمدی دانش آشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت علوم است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش